جناب بنی صدر، از ساعت صفر امروز، در واقع چون دیروز به هر حال تعطیل بود در آمریکا و اروپا، از ساعت صفر امروز دور جدید تحریم ها یا بخش دوم تحریم ها که بسیار هم سنگین هستند علیه جمهوری اسلامی ایران عملی شد، به اجرا در آمد. اولین پرسش این هست به عنوان کسی که ایران رو میشناسه و حکومت اسلامی رو، آیا این حاصل 40 سال رابطه است یا حاصل همین 10 سال شکست مذاکرات برجام؟ عرض کنم این حاصل 40 سال رابطه که هست، ولی حاصل محور کردن قدرت امریکا در سیاست داخلی و خارجی هم هست که با گروگانگیری شروع شد. حاصل یک امر مهم دیگری هم هست که غالبا خودش میپوشونه، ولی در واقع اونه که این گروگانگیری و این 40 سال رابطه و این وضعیت امروز رو پدید آورده. اون این است که این رژیم با یک لجاجت غیر قابل بحث و توجیه امتناع داره از اینکه مسئله ای که می شود در داخل و با مردم حل کرد حل بکنه. این حتما می باید تبدیل کنه به یک مسئله خارجی و وسیله بحران، مثل همین قضیه اتم که شما میگید در سال اخیر. این یک امریش داخلی، این رو باید با مردم ایران حل میکرد، نمیخواد حل کنه. چون بخواد حل کنه بیباید که بپذیره که مردم ایران هستن که تصمیم میگیرن درباره اون چی که به اونها مربوط میشود، و اینو بخواد بپذیره باید که نفی کند ولایت مطلقه فقیه رو، و بیشتر از اون بیمحل بشود این استبداد که هیچ تا اونجا که بتواند کمترین امکانی برای اینکه مردم دخالتی در تصمیماتش بکنن ایجاد نمیکنه، بلکه تمام امکان رو ایجاد میکنه برای اینکه قدرت خارجی حاکم باشه بر تصمیماتی که میگیره. این رو شرط بقای خودش میدونه. جناب بنی صدر، آقای روحانی در اولین واکنش که دیروز در واقع بود گفتن که با افتخار تحریم ها رو شکست خواهیم داد. تحریم ها رو شکست خواهیم داد از نظر شما چی هست؟ یعنی بابک زنجانی یا کمک اروپا، کمک چین، کمک روسیه، به نظر شما چی میرسه؟ اگه از این آقا بپرسه چرا شما کشور رو در وضعیتی قرار میدید که این تحریم ها بر اون وضع بشود که بعد وعده بدهید که اونها رو شکست میدید. شما این 40 سالی که دائم در رژیم تحریمی مردم رو نگه داشتید کدومش رو شکست دادید؟ حاصل این 40 سال تحریم شده وضعیت اقتصادی امروز ایران. یکی از مهمترین از عوامل وضعیت امروز ایران است. آخه شکست دادیم وقتی میشود که شما یک گذشته پشت سرت نباشه. چه وقت این تحریم ها رو شما شکست دادی حالا میگی دوباره این کار خواهی کرد؟ ببخشید جناب بنی صدر، وسط حرفتون، اتفاقا آقای روحانی امروز در تهران گفته که این بار به طور جدی مرگ بر آمریکا رو عملی میکنیم. آخه مرگ بر امریکا کیه که مرگ بر او رو عملی میکنی؟ جامعه امریکایی و مردم امریکاست که سر جاشونند. امریکا به مثابه قدرت است. شما بخواید این قدرت به اصطلاح که در انحطاط از بمیره چه باید بکنیم؟ انصافا اینو ببینیم، بسیار مسئله سوال مهمیه. شما هم طرح میکنید جامعه ایرانی میباید این از خودش بپرسه چگونه میشود که این امریکا رو به مثابه قدرت میراند؟ آیا غیر از اینه که شما امکانات مداخله این قدرت رو به صفر رسونید از راه اقتصاد مستقل، از راه سیاست مستقل، از راه اینکه مردم کشور شهروندان حقوقمند باشند، از راه بحران نساختن، از راه مسائل داخلی رو خارجی نکردن، از راه وارد نشدن در جنگ هایی که الان این رژیم وارد شده، 8 سال 8 تا جنگ درش وارده؟ به این ترتیب یه قدرت بزرگی مثل امریکا میشه بی‌محل، میل میکند به مردن به مثابه قدرت. و شما همه کار میکنی که نمیره. آوردی یک بحران اتمی درست کردی، رفتی در وین یک قرارداد بستی، در این قرارداد تمام اختیار به طرف مقابل دادی، طرف مقابل از اختیارش استفاده کرده، این تحریم ها رو برقرار کرده. یعنی مردن؟ یعنی نمردن؟ این شما همه کار میکنی که نمیره. جناب بنی صدر، برگردم به پرسش پیشین. عرض کردم که به نظر شما چه راههایی میرسه، ایران از چه راههایی استفاده خواهد کرد برای به گفته آقای روحانی شکست با افتخار تحریم ها؟
اون راه ها رو قبلا میباید میرفته که نرفته. ببینید اون حکومت آقای احمدی نژاد بوده 800 میلیارد دلار پول با نفت و غیر نفت، این رو باید صرف میکرده یک اقتصاد تولید محور نیرومند مستقله که خود به توان خود رو راه ببره، بلکه پویایی داشته باشه پدید بیاره، که درست خرج کردن در عکس این هدف. اون زمان ما در خارج صادقان ها در داخل مرتب هشدار دادن که آقا این طرز خرج کردن پول ها مقاومت اقتصاد ایران رو تحلیل میبرد. به جایی که گوش بدن بعضی از اون اقتصاددان ها رو از دانشگاه راندن، بعضی از اون حتی زندانی هم کردن. شد دوره این آقای روحانی. حالا ایشون اون قرارداد یا وین هم بسته، در یه دوره تحریم هم برداشته شده. این باید فرصت محترم میشد به جای اینکه حجم نقدینه رو از سه برابر بگذراند، این سرمایه ها رو راه میداد به تولید، رانتخاری رو از بین میبرد، یک اقتصادی که بتونه سرپای خودش بیسته این رو پایه میگذاشت. این کار کرده؟ خیر، درست وارونه این کار کرده، وارونه این کار کرده. هیچ مقاومتی نداره این اقتصاد که این آقا بگه من می اون تحریم ها رو بلا اثر میکنم. یه راهکار مونده براش، اونی که این فقر مردم رو چند برابر کنه، پس مردم رو بند بیاره، یه کشور رو به از اون بیابانی که شده بیابانتر بکند. حالا اینجوری میشه واقعا به اصطلاح بگیم که اون شکست، اگر با مرگ شکست ها تحریم ها شکسته میشود، این رژیم واقعا در این کار متخصصه. از دوره آقای اوباما تا امروز حداقل یک مورد وجود داشته در سیاست‌های آمریکا، به حساب اونا مذاکره کردن، عملاً مذاکره کردن. دستگاه دولت آقای ترامپ بارها اعلام کرده که آماده مذاکره است. آقای روحانی هم دیروز گفته که ما آماده مذاکره هستیم، مشکلی با مذاکره نداریم. آقای خامنه‌ای هم به صورت تلویحی تقریباً سکوت کرد در مورد مذاکره. آقای روحانی یک اما گفت، این اما در کجاست؟ اما میگه که آقای ترامپ به تعهدی که میپذیره وفا کنه. میگه این کار نمیکنه، تن نمیده به این کار. نتیجه این است که ما نمیتونیم باهاش مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یه چیزی امضا میکنیم، یا دو روز بعد خودش از این منصرف میشه، میگه من پس گرفتم امضامو، یا رئیس جمهور بعدی میاد میگه من پس گرفتم. هر بشه اینه. ولی مسئله اصل دوباره برمیگردم به اون چی که اساسی است. آقا این مسئله راه حلش داخلی است، خارجی نیست که شما با امریکا مذاکره بکنی یا نکنی. مسئله اتم دیگه. آیا ملت حق ندارن بگن اینه میخوان یا نمیخوان؟ این دنیای ما دنیای قرن 21 ما. مثلا میشه که یه ملتی رو شما به کلی ممنوع کنی از این که بگوید آقا اصلا من اینه میخوام یا نمیخوام. بعد هر چیزی که ملت نمیدونه چیست؟ 40 سال این رژیم هیچ چیزی که اساسی است به این مردم مربوط است حاضر نشده با این مردم در میان بگذارد. جناب بنی صدر، بگذاریم از مسائل داخلی رابطه دولت و ملت در ایران. بفرمایید که اصلا با توجه به 12 مورد شرایطی که آقای پومپئی فهرست کرده، آیا به نظر شما مذاکرات بین تهران و واشنگتن ممکن هست؟ ممکن که گفتم که مثلا وقتی که آقای خامنه ای اون نرمش قهرمانه رو باب کرد، تا اون وقت میگه ممنوع مذاکره دیگه. بعد که دیگه کار سخت شد گفت نرمش قهرمانه رو مذاکره کردم قرار دادم بس. بنابراین ممکن که بله ممکن هست. اینکه این رژیم چه وقت احساس بکند که دیگه کارت به استخوان رسیده، یک نرمش قهرمانانه دومی لازم بشود، بستگی داره به چند امر. یکی درجه مقاومت مردم ایران در برابر فقر فزاینده چقدر باشه، تا کجا بشه این مردم تحمیل کرد. دو اینکه موقعیت رژیم در منطقه تا کجا به خطر بیفته. سه اینکه در خود رژیم امکاناتی برای بقا چقدر تضعیف بشه. بله این عوامل اگر به این ترتیبی که گفتم جمع بشوند، اون رژیم به قول آقای خمینی که یادتون نیست من گفت که ما لازم باشه با شیطان هم
معامله میکنیم با آقای ترامپ هم معامله میکنیم. جناب نیست، به عنوان آخرین پرسش اطلاع دارید، در واقع شما صبح اشاره کردید شورای نگهبان با 20 ایراد به اصطلاح لایحه مبارزه با کمک مالی به تروریسم رو به مجلس عودت داد، آیا این پاسخی هست به تحریم های آمریکا؟ پاسخی به تحریم های امریکا نیست، تو دهنی هست و اون بخش از رژیم که حکومت رو در دست داره، اینکه نگه بداره. این 10 روز این شورای نگهبان میباید در ظرف 10 روز نظر میداده، نداده. گذشته روز 13 آبان این کار کرده که روز گروگانگیری هم هست، یه روز قبل از انتخابات امریکا هم هست. شما میدونید که در انتخابات امریکا اکتوب سپرایز نقش مهم میداره. خب این درست روز تجدید خاطره کنید، وجدان به اصطلاح تاریخی امریکایی رو دوباره فعال کنید که یادش بیا که در این روز امریکایی کارکنان سفارت امریکا در ایران دستگیر شدن و در این روز هم شورای نگهبان میگوید از دید امریکایی نگاه میکنه و میگوید که قراردادی را که به اصطلاح رژیم رو که معنی داره همش حساب کتاب شده است. شما نگاه کنید با اروپایی هم که قرار بوده با اون طرح اروپایی جلو تحریم های امریکای برای اروپایی ها بیستن و سرا تمکین نکنن، یادش فعالیت های تروریستی انجام شده. یک مورد دو مورد در همون زمان آقای علم‌الهدا در مشهد میگه که ما هرمز رو مینگذاری کردیم، به یمنی ها هم ما موشک دادیم و اینا موشک ها آمادن که این چیز تاسیسای نفتی سعودی ها رو بزنن. چی معنی میده؟ بقول این امریکایی ها معناش این است که ایران هم وارد انتخابات امریکا شد به نفع آقای ترامپ. بخشی از این رژیم به نفع آقای ترامپ وارد انتخابات امریکا قدسی کرد. جناب ابوالحسن بنی صدر در پاریس سپاسگزارم که به پرسید.